بسته ای که در جای جای مختلف کشورم بود و تشکر و قدردانی میکنیم از همراهی همه ایرانیان در یاری رسانی به خصوص مازندرانی ها. اگرچه ما خودمون اینجا شهر سیمرغ درگیر بودن، ما مردم عاشقانه و خازانه ایستادن کنار همدیگه و کمک کردن. انشالله که هر چیزی تر آرامش برگرده به همه استانهایی که درگیر این سیل هولناک بودن. آرایش دفاعی تیم نساجی، خطر روی دروازه این تیم. حالا کریمی کوتاه میزنه در اون محطه جریمه، فرصت داره کمان، ضربه‌شو میزنه، خط دفاع تیم نساجی برمیگرده و اعلام هند میشه. زنه کریمی این بار هم همینطور، ضربه سر، فرصت داره سپانیا و توپی که از اون طرف بیرون میره. ساسان انصاری رو انقدر بازیکن داشته پان که دلیستش خارج کرد. بریم این بار چیکار میکنه؟ میزنه به تو توی محطه خطر، پا عوض میکنه، پاس خوب برای جعفری، ضربه‌شو میزنه که توپ از کنار دروازه به بیرون میره. مزه مزه کرد و نزد برای سجاد آشوری. توپ یه لحظه دور شد، سجاد آشوری پشت جریمه، اعلام خطا نشده و ضربه دروازه رو میگیره. سعید آقایی معترض اونجا و پدیده مساوی کرد در اهواز مقابل تیم فولاد. اینجا ببینید شیری برای سجاد آشوری، خوبم توپ کنترل کرد، پاس خوب برای میری به بیرون، فرصت ضربه رو میزنه رحمان جعفری که ولادیمیر کومان پاس کریمی، چقدر عالی این پاس برای جعفری و یه لحظه اشتباه کرد حامد لک، اما توپ هنوز به بیرون نرفته که فرشاد فرجی توپو گرفت. اعلام کورنر میشه. بازم کریمی، بازم بلندتر، این بار ضربه سخت خطرناک و توپی که به بیرون میره. آبشک حالا ارسال بلند برای سجاد آشوری، سوشی از اونجا اگه اشتباه بکنه کار برای سخت میشه، فرصت برای آشوری و اعلام خطا میشه از مهاجم شماره 70، بهتر بگم وینگر تیم نساجی روی سیاوش یزدانی مقدم. در خط دفاعی یاران سپاهان صاحب توپ هستن، نیازمند توپو میزنه آبشک، فرصت هست برای تیم نساجی، داره سجاد آشوری، خود آبشک میرسه برای رحمان جعفری، میری هست، پاس خوبش برای رحمان، ضربش و کنار دروازه به بیرون میره. عجب فرصتی بود، موقعیت عالی، خدمتتون عرض کردم. آبشک پاس سودر عالیه میری و این ضربه که رحمان جعفری زد و کنار دروازه بیرون رفت. اینجا میتونه زیباتر هم باشه، یه کمی داخل تر میزد یا شاید چند سانت جلوتر اگه بود و زعبره میزد تو بعدا توی دروازه اصفهان بود. 24 سال منتظر بودن تیمشون بیاد به لیگ برتر و سطح عالی فوتبال ایران که این اتفاق افتاد. ضربه سر، فرصت برای اصفهانیا، میتونن زعبره بزنن، خطرناک هست و توپو هر جوری هست مدافعان تیم نساجی دور میکنن. دو تا پاس عالی داد رحمان جعفری، جوان هم دوباره تو مسیر این حرکت هست، فرصت برای تیم نساجی، بلند ضربه سر ولسیانی روی خط شش قدم، توپو دور میکنن. عبدی، شیری، ولسیانی، چه خبر اونجا و توپی که مهداد محمدی میگیره، یه تکل عالی. کریمی حرکت کرده بود اونجا سعید آقایی، اما دست چخونده بودن مدافعان تیم نساجی و توپو دور کردن. بازم کومان، شهبازاده، جعفری زده به تو بلند و تو یه لحظه گرفت لک، اعلام خطام شد بر روش. تکروی میکنه اما تا به اینجا که موفق بوده، یک و دوی خوب قربانی این طرف هست، خود محمدی خطرناک هست، رو پای چپشه، میخواد ضربه رو بزنه، مدافع تیم نساجی باید مراقب باشن و کورنر برای تیم بلند میزنه موفق تر، فرصت برای سپاهان، اعلام خطا میشه اونجا. ضد حمله خوبی هم میتونست برای تیم نساجی باشه اما اعلام خطا میکنه اونجا یه زرگر سیاوش یزدانی مقدم و کارت زردی که حالا او دریافت میکنه، التماس میکرد که کارت نگیره. بازیکن تیم نساجی هوشیار هستن، دوباره اشتباه میکنه، سینک تیمشو گرفت، ارسال هنوز موقعیت برای تیم سپاهان هست، مهداد محمدی خودش ضربه‌شو میزنه، حتی دفاع تیم نساجی و ضربه سری که از بالای دروازه قربانی به بیرون میزنه. موقعیت خوبی بود برای اصفهانی ها اما ازش استفاده نکردن. فرجی، آبشک، هنوز ثابت توپ هست، حالا برای عبدی، شوتای محکمی داره، حالا ضربه
عبدی که اینجوری نبود و راحت در اختیار نیازمند قرار میگیره. حامد شیری علاوه خطا نمیشه و سپاهان صاحب توپ باز هم حالا کوما میخواد شوت بزنه، این کار انجام میده و فاصله توپ به بیرون میره. خود آبشک محکم میزنه که به بیرون میره، علاوه کورنر هم شده. برخورد کرد بکرد بازیکن تیم سپاهان، پنج گل بهترین گلزن تیمش هم هست. پاس خوب، فرصت برای سپاهان در نقطه جریمه، فرصت هست برای تیم زرده که میزنه از کنار دروازه به بیرون میره. خوبی کرد دست رفت برای سپاهانی ها. اینجا میتونید ببینید شهباز زاده، کمان پاسم برای مهداد محمدی، ممشکی رفته اونجا، حالا ارسال بلند برای تیم سپاهان، فرصت برای تیم هست، نمیتونه زبر رو بزنن، فرصت هست برای تیم سپاهان، کم کن ضربه خط دفاعی تیم نساجی برمیگردونه و حامد لک با رشادت خط دفاعی تیم نساجی این حمله سپاهان رو خونسا میکنه، دور میکنه. از اینجا میتونیم بهتر ببینیم، اینجا قربانی پاس میده، کمان نمیتونه بزنه و اصلا سیف کرد اونجا حامد لک. فشار بیارن نورد مهاجمان و مدافعان، حرکت ایران پوریان، فرصت برای سپاهان، کوتاه میزنه و توپو دور میکنه اونجا خط دفاعی تیم نساجی که اجازه نداده که توپا به دروازه برسه. شوت پایان مسابقه، پیکار دو تیم بدون گل برابر میشه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر. هر دو تیم فقط یک امتیاز مسابقه میگیرن. آقای قلنویی هم میره با آقای جلالی و فرهاد کوچک‌زاده دست میده.